گفتگو میکنم با آرش حسنیار، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. سلام به شما آقای حسنیار. در مورد ابعاد فقر مسکن در ایران و گزارش‌های رسمی در این مورد از شما بیشتر بشنویم. خب نمونه ای از گزارش مشابه رو ما خاطر داریم که در سال 1400 در سال پایانی دولت دوازدهم وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی از مجموعه سلسله گزارش‌های پایش فقر منتشر کرد که در یکی از شماره‌ها مشخصا به فقر مسکن می‌پرداخت. نکته جالب این است که همین گزارش ناکام در واقع که مرکز پژوهش‌ها ساعاتی اون رو منتشر کرد و بعد اون رو حذف کرد از خروجی خودش روی وبسایت، همون تیمی هستن که اون گزارش پایش فقر سال 1399 رو کار کرده بودن که در سال 1400 منتشر شد. به ابعادی فراتر از ابعاد اقتصادی می‌پردازه این گزارش و اصولا موضوع فقر مسکن رو فراتر از شاخص‌های اقتصادی می‌بینه. اینکه در واقع موضوع بدمسکنی با شاخص‌های مثل دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، محل زندگی ناکافی، کیفیت سازه و دوام ساخت و سازها، همینطور امنیت تصدی یا استطاعت مالی، مناسب سازی مسکن و ساختمان و همینطور کفایت فرهنگی جزء شاخص‌ها و معیارهایی است که در این گزارش برای تشخیص بدمسکنی و نرخ فقر مسکن مورد استفاده قرار گرفته. مهمترین نمود فقر مسکن در مناطق شهری در این گزارش تاکید شده که سهم بالای اجاره مسکن از هزینه کل خانواره که علت اصلیش هم هزینه‌های بالای اجاره است و روند افزایشی که در 15 سال گذشته در مناطق شهری خانوارها دچارش بودن و به اون مبتلا بودن. استان تهران و البرز بالاترین درصد خانوارهایی رو دارن که عدم برخورداری از مسکن در استطاعت رو ازش رنج میبرن. همینطور حدود 33% از جمعیت شهری ایران در سال 1401 بنابر یافته‌های این گزارش در بافت‌های ناکارآمد زندگی میکنن، به معنای بافت‌های فرسوده و همینطور سکونتگاه‌های غیر رسمی که در استان تهران بیشترین جمعیت رو به خودش در خودش جای داده و به لحاظ درصدی استان قم بیشترین درصد از جمعیتی رو که در بافتای ناکارآمد زندگی می‌کردن رو در سال 1401 ساکن این استان بودن. ممنون. همینطور بفرمایید، ببخشید فکر کردم که صحبتتون تموم شد. بفرمایید. همینطور سهم هزینه اجاره به اجاره به هزینه خانوار هم در این گزارش تاکید شده که در دهه 90 یک روند افزایشی رو داشته، به طوری که در سال 1401 به حدود 36% رسیده که در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی در منطقه اروپا و منطقه یورو این سهم حدود 2 برابر بالاتر از همین نسبت مشابه در منطقه یورو هست. اصولاً این گزارش شاخص‌های دیگری رو هم از فقر مسکن و بدمسکنی در خودش جای داده که خب امیدواریم که دوباره برگرده به وبسایت مرکز پژوهش‌ها تا بتونیم از اون بیشتر بگیم. ممنونم از توضیحات شما.